دست کم 20 سال گذشته میلیارد ها میلیارد دلار خرج شده تا اینا به یک دونه مثلا کلاهک اتمی، به سلاح اتمی دست پیدا کنن. به اهورا مزدای ایران، به خاک ایران سوگند، اینا روزی که اینو آماده بکنن و بخوان کلیدشو بزنن، یک ماه قبلش، یک هفته قبلش، یک روز قبلش، تمام این پول ها خاکستر میشه و دودش به آسمان میره. یعنی در واقع این باز همون برمیگردیم به رژیم دست نشانده‌ای که بهتون میگم. این رژیم اشغالگر برای سرخ نگه داشتن پرستیژ هسته‌ای خودش از حساب سرمایه مملکت ما تا اونجا پیش میره که مثل بازار چند صد سال پیش معاملات خارجی میهن ما رو حضرت عباسی کرده و از اون ضابط زدائی هم میکنه. سپردن قریب به 750 میلیون دلار از سرمایه ملی ما، نون سر سفره بچه های ما، به امان اشخاص حقیقی و اجتناب از هر گونه گزارش دهی به نمایندگان مردمی که ما نداریم، یه مش بی پدر و مادر چاقوکش پاسدار حرومزاده تو اون مجلس خر و الاغانش است، اصلا همش دوزی هم. اون وقت میگن آقا یه موقع نکنه اونجا رو آتیش بذاری، خونت رو آتیش، خونش رو مگه آدم آتیش میزن؟ 750 میلیون دلار پول میده به یه مغازه دار، بعد پخش میشه این بر اون بر که بتونن برای مسائل هسته این پول به ایران مثلا جنس بفروشه برسونن. و چی میشه؟ این همه پول به روسیه دادن، این همه پول به چین دادن، این همه پول به کره شمالی دادن، این همه پولی من اونور بخش کردن، تیکه تیکه این جنسا رو برسوندن. یه شب 8 تا هواپیما بالا میشه میره، 50 تا سورتی همشو میزنه میریزه و تموم میشه میره. همینا میدونن، اونا میزنن، همونا میدونن که باید بزنن، هم میدونن. ولی ما باید آرام باشیم، باید مؤدب باشیم، فرهنگ ما باید با اونا فرق بکنه. اگه ما هم صحبت از کشتار بکنیم، پس با اونا چه فرقی میکنه؟ ای حق باسا، ای کلکا، ای نامردا. تا آخوندکشی تو ایران شروع نشه، ایران من آزاد نشه. تا ساختمون‌های وابسته به رژیم اسلامی نظیر سازمان‌های اطلاعات امنیتیش، زندان‌هاش، نمی‌دونم دستگاه‌های اطلاعات امنیتیش، دستگاه‌های جاسوسیش، اینا به آتش کشیده نشه، تا ساختمون‌ها همچون همین قرقیزستان، دیدید چه اتفاقی افتاد؟ گرفتن تمام کرد. هر کی برخلاف این حرف رو می‌زنه می‌خواد 30 سال دیگه این رژیم بمونه. 30 سال نگرش داشتن دیگه. 30 سال برخلاف صحبت هایی که من میکنم رو زدن. ما دیوونه ایم، ما خولیم، ما اصلا مثل جانی ها فکر میکنیم از این گونه. همشون هم سر و ما رو گنده، پول از این ور اون ور، برای بزرگ و کوچیکشون از این ور اون ور فرستاده میشه. این پول خون ملت ایرانه، پول نفت و گاز ملت ما داره ملا خور میشه. این افتضاح مالی که یک نمونه بسیار کوچکه که گندش در میاد، مثل اون 18 میلیارد، مثل ده ها و صد ها مسئله دیگه، نشون میده که تحریم های جهانی چگونه کشور ما رو که در زمان رژیم سابق از پایه‌گذاران سازمان ملل و سازمان های تابع اون بود، به زیست اقتصاد قاچاقی و رسمیت یافتگی فاشیسم مافیاییسم مالی بین المللی کشوند. پخش مواد مخدر الان بزرگترین توزیع کننده هروئین در سراسر دنیا سپاه پاسدارانه، بزرگترین مافیای فروش ارگنهای بدن مثل کلیه، مثل قلب، مثل هرچی که لازمه میشه پیوندش داد، سپاه پاسداران و مافیای حکومت اسلامی داره میکنه. تمام قاچاق ارز رو اونا دارن میکنن و در واقع ما کشورمون تبدیل شده به یک مافیای مالی، رسمیت یافتگی مافیاییسم مالی بین المللی شده رژیم اسلام. اون وقت یارو میگه آقا نکنه یه موقع ساختمون رو میری بیرون آتیش بزنی، کوکتل مولوتو زبونتو ببار بنداز دور.
همون بتونه این افیون خاک تو سریش رو براش برسونن، بتونن 50 نفر 100 نفر 200 دلار 100 دلار 500 دلار بذارن لای پاکت براش بفرستن. ای بی شرمی و نامردی تا کی؟ ای همین روزا یه جاتون یه قده میزنه بیرون، اون وقت میشینین هی تو خلوت خودتون گریه میکنید. آخرش همینه دیگه. دیگه آدم به یه جا میرسه کچلوار و کروات و مرسدس بنز و خونه یه اینجوری و یه دونه خونه تو لاس وگاس و یه دونه اینور و یه دونه، اصلا فایده نداره، چه فرقی میکنه بود و نبودش؟ آخرش هم میری توی رخت خواب میگیری میخوای لابا میگشی رو خواهی تو حساب هم دوباره بره همچه دوباره روز همون روز شب همون شبه ستاره ها همیشه اونجان. ولی مهم اینه که در درون ایران بین اون مردم فقیر و زحمتکش نجیب ایران چند نفر قلبشون، دلشون، مغزشون، وجودشون با صحبتهای تو، با حرف زدنهای تو، با نزدیکی قلبشون به تو، تو رو حست میکنن و تو در قلبشون هستی، چون تو با اونا هستی، تو شریک بدبختیهای اونا هستی، نه به فکر شکم و زیر شکم و خونه و ماشین و این گونه مسائل خاک بر سرتون کنن، چون در جوونی و این حرفاتون یه اون بدبختی کشی، حالا اینجوری دارین خودتون رو ارضا میکنی. و اینا کسی که سر سفره پدر مادر بزرگ شده باشه که اینقدر حقیر نمیشه که تا اون حد پس فطرت باشه این همه جنایت رو ببینه، چشماش رو ببنده، یک کلام راجبش صحبت نکنه، یه تیکه ای بندازه و توک بزنه و بره. بسیاری از بچه های وطن پرست ما هم، ژورنالیست های ما، افتادن تو دست اون کوتولهه، دارن یا جنس میفروشن، کتاب میفروشن، دیویدی میفروشن، سیدی میفروشن، همشون رو برد دستمال کاغذی کرد یه جوری انداخت کنار. برای اینکه شما مردم اونطور که باید و شاید حمایتشون نکردید، اونا هم دارن چوب شما ها رو میخورن. همین چند سال پیش بود به یاد دارم در یک رسوایی مشابه، یک پاکستانی و یک ایرانی در آمریکا به جرم قطعات قاچاق مواد، قاچاق قطعات مورد استفاده نظامی بر ایران دستگیر شدند و به زندان‌های طولانی محکوم شدند. فرد پاکستانی در دفاع از خودش و در اثبات تجاری و غیر سیاسی بودن معاملات پنهانی خودش با ایران گفت من این قطعات رو 3.5 دلار می‌خرم و 150 دلار به ایران می‌فروشم. رهبر و احمدی نژاد و رفسنجانی و موسوی و دار و دسته اصلاح طلب و مشارکتی و اصولگرا و اینوریشون و مؤتلفه‌شون و باند مافیایی یوریشون و دووریشون و خودی و ناخودی و نخودیشون و درونیشون و برونیشون و سایر بلندپایگان جنون اتمی گرفته‌شون، همه سیاه‌بازی، همه حقه‌بازی، همه برای تحقیر و بیچاره کردن و به فقر بیشتر ما رو کشوندن، آخرش هم بلند میشن با چند تا هواپیما تمام این مراکز رو میزنن، میلیاردها دلار دود شد رفت رو هوا، بچه‌های 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله ما تو خیابونا گل بفروشن، فال بفروشن، نمیدونم تو آجرپزیا کار میکنن، شبم صاحبکارشون بهشون تجاوز بکنه، دخترامون رو، ناموسمون رو اون وقت میگن آقا صحبت از خشونت نکن، آقا لخبونسا، آقا نلسون ماندلا، آقا گاندی، آقا انقلاب های رنگارنگ مشکی و سبز و سفید و بنفش و قهوه‌ای. ای 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 ای. یه ده بهتون بر میخوره؟ I don't give a damn. من یه اوم 55-6 سال زندگی کردم، نه مهد کسی رو گفتم، نه علکی برای کسی رجز خوندم، نه علکی از کسی تعریف کردم، نه نوکر کسی شدم، نه مجنون رویاهای خودم شدم. مردم قرقیزستان به ما گفتن ما دوزن نمیارزیم، ما اپوزیسیون نمیگم، ما مردم در درون ایران درست به شرفشون. تو تا روزی که برای خودت ارزش قائل نباشی و برای حرفی که از ته دلت میاد بیرون نگی و بخوای اسیر گفته های این و اون و این حرفا باشی، دوزار نمیارزی.